متشکرم که با ما تماس گرفتید و در این برنامه مشارکت داشتید. امروز داریم درباره ترجمه متون ادبی صحبت میکنیم و وقتی صحبت از ترجمه متون ادبیه، نام درخشان جناب عبدالله کوثری رو نمیشه فراموش کرد. آقای کوثری یکی از نامهای آشنا در عرصه ترجمه هستند که ترجمه های مؤثر و موفق پرتعدادی داشتند و ما هم حالا خوشبخت و سعادتمندیم که با ایشون به صورت تلفنی گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. سلام عرض میکنم جناب کوثری، عصر شما بخیر. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما، در خدمتون هستم. هم بفرمایید. سپاسگزارم از لطف شما جناب کوثری. ترجمه ادبی به طور ویژه موضوع گفتگوی امروز ماست. به نظر میرسه که این بخش از ترجمه خیلی متفاوت باشه با ترجمه علمی یا دیگر حوزه‌های ترجمه. به نظر میرسه که ترجمه ادبی به نوعی شبیه کشف و شهود و یافتن و پیدا کردن یک دنیای عجیب و جدید باشه. شما که تجربه ترجمه رو در حوزه متون ادبی داشتید، نظرتون چیه؟ موافقید با این صحبت؟ البته سر واژه ها حالا زیاد بحث نمی کنیم، ولی من فکر میکنم همونطور که شما به درستی فرمودید، ترجمه ادبی با ترجمه های متون علمی و اینها تفاوتی اساسی داره و اون اینه که ما در ترجمه ادبی در واقع به بازآفرینی اثری که در زبان و فرهنگ دیگری نوشته شده به زبان فارسی دست میزنیم. در واقع کاری که ما میکنیم یک کار مکانیکی یا فنی نیست. درسته هر کاری یک اصول و قواعد کلی داره، ولی در ترجمه ادبی به راستی نمیتونیم به اون شکل یک قواعد مشخصی بگذاریم که بگیم برای ترجمه هر متنی همین ها رو میتونیم به کار بگیریم. بنابراین من فکر میکنم ترجمه ادبی با توجه به اون بازآفرینی که عرض کردم بیشتر از مقوله نوعی هنره. بله. بیشتر در مقوله هنر قرار میگیره. حالا این ترجمه طبعا مترجم شرایطی داره که همه میدونیم، جدا از دانش زبانی و اینها، مسئله‌ای که هست اینه که مترجم ادبی به نظر من باید استعداد نوشتن رو داشته باشه. ماله. این به اون معنی نیست که حتما داستان نویس باشه، بلکه شم نویسندگی داشته باشه. پی بردن به ظرایف زبانی و دریافت و پیاده کردن اون ظرایف زبانی در متن فارسی. بله. این دیگه زیاد به دانش و اینا ربط نداره، اینجا به نوعی ذوق، شما فرمودید کشف و شهود، به نوعی این به نظر من دقیقا به نوعی آفرینش جدیده. بله. این آفرینش درسته که ما در یک چارچوب داریم انجامش میدیم، در چارچوب اونچه که نویسنده گفته یا متن اصلی گفته، ولی در هر حال نوعی آفرینشه و به نظر من اون ترجمه موفقه که در این آفرینش به زبانی برسه و که در فرهنگ خودمون و در زبان خودمون ارزش داشته باشه، یعنی بتونه مستقل سر پای خودش بایسته به عنوان یک متن در زبان خودمون. پرسش اینجاست جناب کوثری که وفاداری به متن اصلی تا کجا باید رعایت بشه؟ به نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید که لازم ترجمه ادبی به گونه باشه که ارزشمند باشه در واقع فرهنگی که مخاطب هست و داره ترجمه میشه به اون فرهنگ و به اون زبان. پس این وفاداری به متن اصلی تا کجاست؟ ببینید، تا وفاداری رو چگونه تعبیر بکنیم، هیچ مترجم ادبی به نظر من نمیتونه و نباید به چارچوب زبانی زبان مبدع وفادار باشه. عجب. اصولا ما داریم در زبانی کار میکنیم که قواعدش، شیوه ساختارش، همه اینها با زبان مبدعمون تفاوت داره. اون چه که وفاداری نامیده میشه در واقع اینه که ما وقتی که مطمئن شدیم
از دریافت معنی این رو به گونه ای ببریم در زبان خودمون که نه فقط معنی رو برسونه، بلکه اون ظرافتی که در شیوه گفتار نویسنده هست هم منتقل بشه به زبان ما، اما این بار در دستگاه نحو خودمون. بله، مهم اینه، این رو نباید با وفاداری مو به مو یا لفظ گرایانه اشتباه بکنیم. بله. ما نمیتونیم لفظ به لفظ ترجمه بکنیم. اگر این کار رو بکنیم اون متن یه چیزی بینابین میشه، در واقع نه انگلیسی مثلا خواهد بود نه فارسی. بنابراین وفاداری ما به زبان مبدأ تا اونجاست که معنا رو خوب ازش بگیریم، بعد ببینیم این در زبان ما چگونه پیاده میشه. فرض بفرمایید اگر در زبان مبدأ قید به کار رفته، بله؟ بله. ما الزاماً حتماً نباید اونو به قید برگردونیم، میتونیم اون رو تبدیل به صفت بکنیم. این که مثلا او بگه به تندی راه میرفت، اینجا بله. به تندی رو فرض کنیم یه جور قیده، ما بیاییم در زبان خودمون این رو تبدیل میکنیم گامهای تندی داشت. ببینید این یه تغییر نحوی اینجا اتفاق بله. افتاده، این تخلف از زبان نیست بلکه سازگاری با زبان مقصده. بنابراین من فکر میکنم وفاداری به زبان مبدأ معناش جز این چیزی نیست که ما اون چرا که از زبان مبدأ به دست دریافت میکنیم بگیریم و اینو بیاریم در دستگاه نحوی زبان خودمون. بسیار خوب، متشکرم. جناب کوسری، ما امروز داریم درباره یه اگر بلندتر صحبت بفرمایید. حتما همکار صدا بردار ما سعی میکنن که صدای بنده رو بهتر به گوش جناب علی برسونن. ما امروز داریم درباره تأثیر ترجمه های ادبی در آشنایی مردم در کشورهای گوناگون و در واقع فرهنگ‌های ملل گوناگون صحبت می‌کنیم. با توجه به اینکه فعالیت شما در عرصه ترجمه پیشینه و قدمت زیادی هم داره، آیا شما تا به حال در این زمینه تجربه‌ای داشتید، تجربه‌ای از بازخورد ترجمه خودتون که مخاطبتون رو به اون فرهنگ، به فرهنگ مبدأ علاقمند کرده باشه، حساس کرده باشه و یک تغییری در روند زندگیش رخ داده باشه؟ ببینید در روند زندگیش رو زیاد نمیتونم بگم، ولی حتما در روند نوشتنش میتونم بگم بله. که بوده. یعنی اصولا نه فقط ترجمه من، بلکه در این 150 سال اخیر ترجمه، به خصوص ترجمه ادبی، نقش بزرگی در تحول ادبیات ما داشته. یعنی ببینید ما به ژانرهایی رسیدیم، فرض کنید رمان، داستان کوتاه، نمایش نامه، این ژانرها به این شکل در ادبیات ما نبوده. اینها از طریق ترجمه وارد شد و شناخته شد. بله. اما کار خود من مثلا در من دو رشته کار مهم داشتم، یکی ادبیات آمریکای لاتین بوده. بله. و یکی هم فرض بفرمایید تراژدی های یونان و روم و تا اخیراً هم که یک کاری از شکسپیر در اومده، ریچارد سوم. بله. این رو میتونم به ذرس قاطع بگم که تأثیر اون چه که من از ادبیات آمریکای لاتین ترجمه کردم، هم به لحاظ نثری که به کار بردم، هم به لحاظ شیوه های روایت و به هر حال اون ویژگی هایی که در داستان های آمریکای لاتین بوده، بله. بیگمان تأثیر گذاشته. حالا اینکه این تأثیر مثبت بوده یا منفی بوده فرق میکنه، من امیدوارم تقلید نبوده باشه. بله. ولی تأثیر گرفتن غیر از تقلیده. من فکر میکنم اتفاقا مترجم اگر کار خودشو درست انجام بده، از این حیث میتونه به قنای ادبی و قنای زبان ما به خدمت بکنه. هیچ تردیدی نیست که در این 150 سال زبان ادبی ما در رسیدن به شیوه های روایت، در پرداختن به ساختن شخصیت ها، اینها همه چیزهایی بوده که ما آموختیم. عرض کردم اینها رو به این شکل ما نداشتیم. ما ادبیات با شکوهی داشتیم، ولی داستان کوتاه نبوده که شما در 6 صفحه بتونید
جمع بکنید مسئله رو. بله. اینها همه از طریق ترجمه اومده. اما مثلا تأثیری که زبان من در تراژدی ها، زبانی که ساختم در اونجا، این چیز دراز مدتی خواهد بود به نظر من، چون من سعیم این بوده بیام نوعی لایه های مکفول زبان خودمونو بله. که در نوشتار روزانه یا در داستان های روزانه زیاد به کار نمیره، این رو به نوعی احیا که خیلی زیاده بگم، اشاره بهش بکنم که ما چنین زبانی هم میتونیم داشته باشیم، زبانی که بتونه شکوه تراژدی ها رو نشون بده. بله. تراژدی های یونان یا همین اخیر من فکر کردم کاری که در ریشارد سوم کردم رسیدن به زبانی بود که من فکر میکنم برای شناختن شکسپیر مناسب تر از دو ترجمه‌ای بود که قبل از این وجود داشت. بله. تأثیر اینها دراز مدت امیدوارم باشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب کوسری، براتون آرزو موفقیت بیش از پیش دارم. متشکرم که با ما صحبت کردید. خداحافظ. خیلی متشکرم. لطفش.